بازار ارزهای دیجیتال در 6 ماه گذشته روندی کاهشی داشته و ارزش اون از بیش از 3000 میلیارد دلار در نوامبر سال 2021 به 1.2 هزار میلیارد دلار در می سال 2022 رسیده. ترس از افزایش تورم در آمریکا و واکنش جنگ طلبانه فدرال رزرو به اون، جنگ ادامه دار اوکراین و روسیه و دیگر اتفاقات جهانی باعث شده که سرمایه گذاران با احتیاط بیشتری روی بازارهای سرمایه پرخطر مثل بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنن و در مواردی حتی از سرمایه گذاری در این بازار منصرف بشن. در نتیجه این اتفاقات، برخی از ارزهای دیجیتال بازار مثل دوج کوین و کاردانو با کاهش قیمت قابل توجهی مواجه شدند، به طوری که نسبت به رکوردهای سال گذشتهشون 80% کاهش داشتند. تعداد محدود دیگه ای از ارزهای دیجیتال بازار هم کاهش قیمتهایی رو تجربه کردند، اما نسبت به بسیاری از رمزارزهای بازار بسیار کاهش کمتری داشتند و تونستن ارزششون رو تا حدودی حفظ کنن. ۳۶۹ عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم به این موضوع بپردازیم که کدوم رمزارزها بهترین عملکرد رو در بازار نزولی داشتن. پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. سرمایه گذاری هنگفت 4.5 میلیارد دلاری اندرسن هوروویتس در کریپتو. این شرکت واقع در سیلیکون ولی که با نام A16Z هم شناخته میشه، با اعلام این خبر از 4مین صندوق دارایی ارزهای دیجیتالش رونمایی کرده و مجموع سرمایه گذاریش رو در ارزهای دیجیتال و بلاکچین به 7.6 میلیارد دلار رسونده. در حالی که به نظر در بازار خرسی این حجم از سرمایه گذاری دور از ذهنه، آریانا سیمپسون، یه شریک ارشد در این مجموعه، در همین رابطه گفته بازارهای نزولی فرصتی رو مهیا میکنه تا به دور از هیجانات مالی روی توسعه فناوری تمرکز بشه. نکاتی مهم در بازار نزولی. دقت کردین در بازار سعودی اظهار نظرها مثبت و امیدوار کننده میشن و برعکس در بازار نزولی اکثریت شروع به اظهار نظرهای منفی میکنن. نکته اینجاست که اینها تنها دیدگاه شخصی افراد هستند که البته در مواقعی مثل جلسات فدرال رزرو بعضن روی چارت تأثیرشون رو میذارن. اما کلیت ماجرا اینه که به عنوان مثال در پشت پرده هدف از این منفی نگری ها میتونه آماده سازی مردم برای راه اندازی ارزهای دیجیتال بانک های مرکزی یا همون CBDC ها باشه. از طرف دیگه این بازار نوظهوره و هنوز خیلی کار داره تا خودش رو در همه جوامع و طیف های مختلف افراد جا بندازه، که حتی رشد چشمگیر بیت کوین بعد از اولین توییت ایلان ماسک هم اتفاقا نشونه ای از این عدم بلوغه. به این نکته هم توجه کنید که اتفاقات اخیر مثل سقوط قیمتی لونا قطعاً دید یک سری از افراد مطرح و سازمان‌های بزرگ رو برای ورود و سرمایه گذاری در این حوزه خدشه‌دار می‌کنه. شاید زمان زیادی برای حذف دیدگاه منفی افراد راجع به این حوزه پرپتانسیل و البته ریسکی نیاز باشه. مونرو. برخی ارزها نسبت به 30 ارز دیجیتال برتر عمل کرده بهتری رو از خودشون نشون دادن که به بررسی اونها می پردازیم. قیمت ارز دیجیتال حریم خصوصی مونرو از $300 در نوامبر 2021 با 40% کاهش به $186 در طول بحران اخیر رسید. این روند بخشی از حرکت اصلاحی بزرگتر این ارز بود،
که از می 2021 زمانی که قیمت مونرو به 520 دلار رسید شروع شد. کاهش خالص مونرو در یک سال اخیر حدود 65% بوده. گزارش‌های مبنی بر استفاده از مونرو برای دور زدن تحریم‌ها و ترس از وضع قوانین سختگیرانه‌تر در سراسر دنیا علیه ارزهای دیجیتال دو عامل اصلی کاهش ارزش این ارز بودند. اونوس سد لئو. لئو یک توکن ابزاریه که توسط شرکت آیفینکس، شرکت مادر صرافی بیتفینکس پشتیبانی میشه. این توکن حتی در مقاطعی در طول بحران اخیر مثل فوریه 2022 روند صعودی از خودش نشون داد و به بالاترین رکوردش یعنی 8 دلار و 15 سنت رسید. با این حال از اون زمان تا حالا تقریباً 40% کاهش قیمت داشته و حالا در حدود 4 دلار و 90 سنت معامله میشه. لازم به ذکره که آیفینکس ارز لئو رو در یک فروش توکن خصوصی معرفی کرد و تونست با جمع‌آوری سرمایه‌ای معادل 1 میلیارد دلار بخشی از کسری نقدینگیش رو جبران کنه. بازدهی این ارز تا به امروز حدود 100% بوده. با این حال بر اساس گزارش سنتیمنت، این ارز با یه نهنگ بزرگ که حدود 97% از توکن‌های در ارزش رو در اختیار داره، به شدت متمرکزه. بایننس کوین. ارزش ارز دیجیتال BNB در می 2021 از 700 دلار هم بالاتر رفت و در نوامبر هم دوباره این رکورد رو تکرار کرد. اما از اون زمان به کمتر از نصف در زمان حاضر کاهش پیدا کرده و به 300 دلار رسیده. BNB به عنوان یک توکن ابزاری داخلی اکوسیستم صرافی پیشرو و شناخته شده بایننس عمل کرده و از یه بلاکچین بومی به نام بایننس چین استفاده میکنه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید شما چه ارزهایی رو میشناسید که در بازار نزولی خوب عمل کردن. در آخر فراموش نکنید به چنلمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.